همراه میشیم با آلان توفیقی پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس سلام میکنم به شما توفیقی بارها آمار مختلف اومده از سردی انتخابات میگن حتی رسانه های حکومتی هم بر این تاکید میکنن با این وجود علی خامنه ای باز هم مردم رو به این انتخابات مهندسی شده دعوت میکنه اصرار علی خامنه ای چیه که تا این حد این انتخابات براش مهمه ببینید من فکر میکنم البته این, این بار صحبت های خامنه ای از یک موضع کاملا آمرانه بود و خیلی واضح گفت که باید مردم در انتخابات شرکت بکنن این که خب چرا انتخابات برای او اهمیت داره به خاطر اینکه به نظر من ریشه در اون توهم بیمارگونه ای داره که بهش مبتلا شده یعنی جمهوری اسلامی رو در حال فتح قله های موفقیت میبینه و فکر میکنه که مردم هم در این توهم با او شریک هستن پشت سر او در حال حرکت به سمت این در واقع قله های خیالی هستن و خودش رو در اون جایگاه میبینه که اگر مثلا یک امری بکنه یک نهی بکنه و بگه که مثلا مردم باید در انتخابات شرکت بکنن خب مردم سراسیمه میدوند و در پای انتخابات حاضر خواهند شد در حالی که آخرین نظر سنجی ها نشون میده که سه چهارم مردم ایران تصمیم خودشون رو گرفتند و در انتخابات شرکت نخواهند کرد دلیل این هم به نظر من نبر میگرده به اینکه مثلا کسی بگه تحریم بکنیم گروه های سیاسی مثلا بگن نیان یا بیان برمیگرده به اینکه مردم خودشون دارن بی تأثیر شدن و بی خاصیت بودن نهادهای انتخاباتی رو میبینن میبینن که نامزدهایی که باید به با اونها رأی بدن در میان کاندیداها نیستن کسانی که در واقع گروه های فکری مختلف رو نمایندگی بکنه بعد مردم از خودشون میپرسن که خب چرا ما باید در انتخابات بکنیم انتخاباتی که تأثیری در سرنوشت ما نداره و بعدا مجلسی خواهد بود که به قول معروف برکشیده شورای نگهبان هستش فقط برای تایید نظرات علی خامنه ای مردم تصمیم خودشون رو گرفتن و خب این امر نحیه هیچ تأثیری به نظر من در رویه مردم نداره به خاطر اینکه این تصمیم مردم برای عدم شرکت در انتخابات نتیجه بی توجهی خود علی خامنی در چلو چند سال گذشته هستش نسبت به رأی مردم آقای توفیقی مصطفی تایزاده از طرف دیگه پیامی داده از زندان من بخشش رو میخونم میگه که جمهوری اسلامی راه هر گونه اصلاح رو بسته و فریاد میلیون ها ایرانی رو نمیشنوه اصلا مسیر جایگزینی اساسا برای تغییر و اصلاح وجود داره ببینید به نظر من این حکومت ها هستن که مسیر حرکت مردم رو تعیین می کنن حکومت هایی که برخواسته از رأی مردم هستن هر چند سال یک بار حالا بر حسب نوع حکومت در جاهای پنج سال در جاهای چهار سال این امکان رو فراهم می کنن که مردم با رأی خودشون زمینه تغییر سیاست ها و بهبود وضعیت زندگیشون رو در واقع تأمین بکنن اما در مقابل در حکومت هایی مثل جمهوری اسلامی که برخواسته از رأی مردم نیست و یک استبداد دینی مطلق هستش همون که آقای تاجزاده در اون نامه بهش اشاره کرده ما در یک بنبست سیاسی قرار گرفتیم بنبست سیاسی که ارتباط داره با ساختار معیوب جمهوری اسلامی و روی که فاجعه بارانه توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شده در این بنبست هیچ راهی برای اصلاحات وجود نداره اینکه مثلا گروه های الان برای برای حفظ منافعشون مثلا اومدن روزنه گشایی بکنن و لیست بدن این تنها به خاطر اون منافع در واقع خودشون هستش وگرنه منافع مردم ایران مقاومت مدنی است که مصطفی تاجزاده مثل بسیاری از مردم ایران داره بر روی اون تاکید میکنه و میگه تنها راه حل برای در واقع بهبود وضع موجود گذار از این استبداد دینی به یک نظام دموکراتیک هستش که در اونجا رعی مردم تأثیر واقعی در زندگی اونها داشته باشه بسیار ممنونم از شما آقای توفیقی و توضیحاتتون